از طرفی رژیم تلاش داره که با تغییر فرمانده انتظامی مسئولیت سپاه پاسداران از قتل و کشتار مردم رو از اذهان عمومی دور بکنه. از طرف دیگر هم ما میبینیم همچنان از گلولهای جنگی داره استفاده میشه. منتهی مراتب آنچه که امروز در بلوچستان اتفاق افتاد، 7 شهر مجموعاً همزمان یک همبستگی سراسری رو نشون دادن که کم سابقه و شاید بگم که بی سابقه هست، و این نشون میده که حکومت و این رژیم میدونه کشتارهای سابق نتیجه نداده، بلکه برعکس باعث افزایش جمعیت معترضان از طرفی و همچنین باعث افزایش قدرتگیری بیشتر لحجه و لحن مولوی عبدالحمید در نماز جمعه هم شده. میبینیم که از طرفی جمعیت داره افزایش پیدا میکنه، از طرفی انتقادات و اعتراضات مولوی عبدالحمید هم داره صریح‌تر و روشن‌تر و واضح‌تر میشه، از طرفی مردم هم دارن قوت قلب بیشتری میگیرن و اعتراضات رو و این قیام مردمی رو در واقع با بهتر از گذشته دارن پیش میبرن. به باور من آنچه که رژیم تلاش داشته تا این لحظه انجام بده رو انجام داده، چه تهدید از طریق مجلس بوده، چه کشتار مردم در خیابون‌ها بوده، چه استفاده از ابزارهایی که قبلا برای سرکوب مردم استفاده می‌کرد مثل سران طوایف مولوی‌ها و غیره، همه این آپشن‌ها رو الان دیگه از دست داده و من فکر می‌کنم بلوچستان واقعا در کنار بقیه مناطق ایران وارد فاز جدید انقلابی شده. دولت اسلامی خدا نور لجه‌ای جوان بلوچ کشته شده رو سارق، غیر ایرانی و مسلح معرفی کرده. چرا؟ آیا هنوز این تهمت‌ها در جامعه ایران خریدار داره؟ همه اون دیگر معترضانی که در تهران و در سنندج و در شهرهای مختلف تبریز و غیره کشته شدن، همین آش و همین کاسه از صدا و سیما در مورد اونها پخته شده. ما می‌بینیم که یکی از دیوار سقوط کرده، یکی رو میگن خودکشی کرده، یکی میگن که بیمار روانی بوده، یکی این تهمت ها، این اتهامات طبیعی است. مردم در یک جنگ هستند، یک نبرد که از طرفی اونها با گلوله جنگی و مردم با سنگ، و اونها ابزارهای جنگ نرم خودشون رو، روانی خودشون رو هم میخوان کار بگیرن، ولی هیچ کدوم از اینها دیگه جواب نمیده. دیکتاتورها در پایان عمرشون هر آنچه که در طول عمرشون تونستن از اون طریق مردم رو آرام بکنن یا پروژه هایی رو با موفقیت رو پیش ببرن یا چیزهایی رو با شکست مواجه بکنن رو، همه این اهرم ها رو از دست میده و ما میبینیم که یکی بعد از دیگری از طریق این دومینو دارن اینا سقوط میکنن و به باور مردم نمیرسن. آقای خدانور لجه‌ای یک آدم آزادی خواه بوده، یک مبارز بوده که این اتهامات و این وصله ها هم بهش نمیرسن.